در عربستان سعودی هم شاید در گذشته زمانی که اسلام ظهور کرده فیل بوده. چرا؟ برای اینکه یکی از آخوندها اعلام کردند که بله فیلها با امام علی، حضرت علی صحبت می‌کردند و حضرت علی هم یکی از اونها رو با شمشیر ذوالفقارش سرشو زده. حالا سر فیل زدن همچی کار راحتی نیست با شمشیر. به هر حال ماجرای فیلها و امام علی ماجرای جالبی است که گوش بکنیم، یاد بگیریم، نگاه بکنیم. 30 تا فیل جنگی داشت، یعنی 30 تا تانک اون وقت، مثلا به حکم امروز 30 تا تانک جنگی آورده بود. قوی ترین فیل یه فیل سفیدی بود، این فیل به اصطلاح سفید رو داد دست کی؟ کندی، همون غلام، غلام شجاع. اون رهبری 30 تا فیل رو به عهده گرفت و سوار فیل سفید شد، با فیل حمله کرد. وقتی حضرت به این فیل ها و فیل سفید نگاه کرد، از اسب پیاده شد، صلوات الله و سلام علیه. عمامه رو از سر مبارک برداشتن، یک درخشندگی در این بیابان ایجاد شد. بعد عمامه رو به سر مبارک گذاشتن، حضرت اومدن نزدیک فیل ها، خود حضرت صلوات الله و سلام علیه، شروع کردن سخنی بگوین که مردم نمیفهمیدن. شروع کردن با فیل ها صحبت کردن. فیل جزء خلق خدا هست یا نیست؟ امامشونه، امیرالمومنین سلام الله علیه. به سخنانی سخن گفت که آدمیزادها نمیفهمن و ما هم نمیفهمیم. 29 تا فیل سمعا و طاعتا سراشون انداختن پایین و برگشتن از سمت لشکر امیرالمومنین سلام الله علیه. الله اکبر. حالا فیل ها برگشت، لشکر دشمن رو لتو پار کردن، رسوندن به دروازه عمان، برگشتن به سمت امیرون عیسام به زبان عربی که همه مردم میفهمیدن، میشنیدن و میفهمیدن. رو کردن به امیرون عیسام و عرض کردن این 29 تا فیل، یا علی. گفتن کلنا، ما همه اون پیغمبر، پیغمبر اکرم رو میشناسیم، چون امیرون عیسام همه شون عبدن، به رب این پیغمبر هم ایمان میآوریم و قبولش داریم، مگر اون فیل سفیده حرامزاده. اون فیل سفیده نه پیغمبر رو میشناسه نه آل پیغمبر رو میشناسه. فیل سفیده هم وایستاده با کمال به اصطلاح خریتش وایستاده در مقابل امیر صلی الله علیه. تو گفت این فیل سفید شما و اهل بیت رو نمیشناسه، پیغمبر رو نمیشناسه، یک نعره زد امیر صلی الله علیه. فیل سفید بنا کرد بلرزیدن و ایستاد. حضرت ذوالفقار رو کشیدن، ضربتی به او زدن، سر فیل رو از تنش کند، فیل به روی زمین افتاد. مثل یک کوه بزرگ که آب میشه، این فیل افتاد به زمین با اون زرهی که دور گردنش بود. حضرت به یه ضربه ذوالفقار گردن او رو از بدن جدا کرد، فیل هم به زمین افتاد. غلامی که بیچاره به عشق اون دختره میخواد با امیر عیسام به جنگه، رو کمر فیل، حضرت یقشو گرفتن بلندش کردن با ذوالفقار، اردنش بالا با ذوالفقار. در این لحظه صدایی شنید امیرون علیه السلام. پیغمبر بالای دیواری رفتن از دیوارهای بلند مدینه، فنادا، پیغمبر فریاد زد ابوالحسن، آقا امیرالمومنین عیسام، ابوالحسن این اسیر تو هبه کن به من، کندی رو هبه کن به من. تو که با ذوالفقار بلندش کرده بودن، پرتش کردن و رهاش کردن، آزادت کردم. کندی متعجب شد، عرض کرد یا ابوالحسن چی شد من رها کردی؟ فرمود وای بر تو، نگاه کن. نگاه کرد به پیغمبر صلی الله علیه و آله روی دیوار مدینه ایستاده با اصحابش. کندی به امیر عیسی عرض کرد این کیه ای امیر المؤمنین که بالای این دیوار است؟ گفت این سید ما پیغمبر است صلی الله علیه و آله. یا ابوالحسن از اینجا عمان تا مدینه چند، تا اونجایی که حضرت ایستاده چقدر راهه؟ راه چه؟ موسیقی غیرت رو از بین میبره، موسیقی غیرت رو از بین میبره. نگاه بکنید که ایشان چگونه دارن برامون شهر میدن. یکی از چیزهایی که غیرت رو از بین میبره موسیقی هست.
موسیقی و قناع در خانه و خانواده ها آوازخانی همراه با بزن و بکوب، اینها باعث میشه که غیرت حریم خانواده شکسته میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر 40 روز در خانه قناع نواخته شود، غیرت از اهل خانه به طوری میرود که اگر سرپرست خانواده بیاد منزل ببینه یه اجنبی با همسرش هست، هیچ تفاوتی به حالش نخواهد کرد.